فرا روانشناسی درک ماورای حسی تلپاتی رویای حقیقی نویسنده استوار غلام ویرایش و بازنویسی عین کازمی انتشار یافته در کانال تلگرامی ذهن پویا راوی نوای آزادی تولید صوتی آوای بوف این روزها بحث در مورد خوارق و پدیده های ماورای عادی داغتر و داغتر می وسایل ارتباط جمعی به خصوص در کشورهای صنعتی غرب مرتبطن از پدیده های غیر عادی و ماورای علم مانند بشقاب پرنده شفای معجز آسا ادراکات ماورای حسی و نظایر اینها سخن میگویند بدون اینکه اجازه باستا به دیدگاه های انتقادی را بدهند حتی افراد تحصیل کرده با پیش زمینه علمی مدعی شدند که ارتباط بین زنده و مرده را برقرار کردند شماری از انسانها هم که تلاش و کوشش خیش را در رسیدن به اهداف اولیهشان بی سمر میابند در دام این گونه تبلیغات افتاده و بیش از پیش به پدیده های ماورای عادی جذب شده این موضوع فرصت طلایی به دست شیادان سوجو داده که با تشکیل نهادها، انجمنها و کمپانیهای عریض و طویل مردم ساده دل را فریب داده و آنان را بیش از پیش در مقاک فقر فرو اندازند. اده ای نیز از روی کنجکاوی به دام این شیادان افتادند. در این زمین آنقدر کتاب برشته تحریر در آمده است که قابل شمارش نیستند. در این شرایط فرا روانشناسی به عنوان پلی معرفی شده است که با بررسی علمی پدیده هایی که طبق مفروضات علمی جاری وجود خارجی ندارند باید بین پدیده های عادی و فرا عادی پیوند برقرار سازد. طرفداران فرا روانشناسی برانند که آنجا که علم روانشناسی از تبیین و تشریح پدیده ها در می ماند، سر و کله فرا روانشناسی پیدا می شود. انسان به راستی شگفت زده می شود که چگونه در عصر تکنولوژی فضا و کامپیوترهای کوانتومی توجه همگانی اینقدر به پدیده های ماورای عادی و ماورای علمی جلب شده است. برخی علت این موضوع را دقیقا در همین مسئله میدانند و بحث می کنند که انقلاب علمی و فنی عصر حاضر همه چیز را از حالت رمز و راز بیرون آورده است و نوعی خلع ماورا و طبیعی ایجاد کرده که علم و منطق نمی تواند آن را پر کند. چنین شرایطی با عادات و خلقیات تاریخی انسان که از دوره قارنشینی نسبت پدیده های مرموز دل مشغولی داشته ناسازگار است. لذا گرایش به سوی شبه علم یا ضد علم فزونی یافته و خود به صورت نوعی مذهب تازه درآمده است. همان گونه که قبلا بیان شد، جهانی شدن سرمایه و تمرکز شدید ثروت و فقر به بیگانگی و از خود بیگانگی انسانها بیش از پیش دامن زده است. هماهنگی بین انسان و طبیعت و بین خرد و احساس آدمی به صورت بی سابقه ای به هم خورده و چشمانداز تیره ای را در برابر آدمیان قرار داده است. از دیدگاه برخی این ناهماهنگی با نوعی ضد فرهنگ پر شده که می هماهنگی دیرین را با بازگشت به گذشته حل کند. با توجه به سلطه تکنوکرات ها و ذهنیت تکنوکرات معابانه جامعه که بران است که همه چیز را به صورت کمی کم حل کند این ضد فرهنگ به شکلی علم ستیزانه تظاهر می کند که اعتقاد به خوارق و پدیده های نورمال جلوه های از آن است. همه اینها باعث نمی شود که ما پدیده های فراروان شناسانه را به دست فراموشی بسپاریم. از نظر ما بررسی این موضوع از دیدگاه علمی مطرح است و بس. با این دید است که سعی خواهیم کرد مسئله را اجمالاً مورد بررسی قرار دهیم. فراروانشناسی چیست؟ یکی از جامعه ترین تعاریف فراروانشناسی توسط راما کریشنا را او به عمل آمده است. او در کتاب خود تحت عنوان آزمایشات بنیادی در مورد فراروانشناسی می نویسد اساساً دو شکل فراروانشناسی قابل تشخیص است. درک ماورا حسی و روان انگیزی درک ماورای حسی عبارت است از توانایی دریافت اطلاعاتی که خارج از حوزه حواس انسانی است در حالی که روان انگیزی توانایی تاثیرگذاری بر سیستم های خارجی است که در خارج از حوزه فعالیت موتورهای آدمی قرار دارند درک ماورای حسی ممکن است به تلپاتی درک ماورای حسی افکار دیگران و روشن نگری درک ماورای حسی اشیا و وقایع خارجی تبدیل گردد. شناخت متقدم قبل از مشاهده و تجربه شیء یا پدیده و شناخت متاخر آنچه در گذشته اتفاق افتاده به درک ماورای حسی وقایع گذشته و آینده مربوط می گردد. اجازه دهید ابتدا به تشریح مفصلتر جنبه های مختلف درک ماورای حسی بپردازیم. سپس با تفصیل بیشتری از روان انگیزی سخن گوییم. تلپاتی. تلپاتی از دو کلمه یونانی تله به معنی دور و پاتوس به معنی احساس گرفته شده است. تلپاتی به این معناست که کسی احساس دیگری را بدون کمک گرفتن از حواس خیش به صورت مرموزی بخواند یا احساس کند. طرفداران تلپاتی میگویند برای انسان عادی هنگام مرگ دوست یا خویشاوندانش حالات توهم پیش میآید در حالی که آنها صدها فرسنگ با یکدیگر فاصله دارند نتیجه اینکه روان شخص بیمار یا کسی که در حال مرگ است شاید به طور ناهوشیار پیامی میفرستد که از فضای واسطه میگذرد و روان شخص دیگر را تحت تأثیر قرار میدهد روشن نگری نگری عبارت است از آگاهی از وقایع اشیا یا افراد بدون کاربرد حواس شنوایی بینایی بویایی چشایی و لامسه روشننگر به کسی میگویند که مثلا بتواند محل زندگی و شرایط یک کودک گم شده را بدون مدد گرفتن از حواس خیش بگوید و یا از راه دور حوادث در حال رخ دادن را ببیند یا احساس کند بیش از چهل سال پیش دو تن از جهانگردان ایرانی به نامهای عبدالله و عیسی امیدوار در خاطرات خود که در مجله های آن عصر منتشر می شد خاطر نشان کردند که روزی زنان قبیله آفریقایی را گریان و بر سر زنان می بینند. چون علت این امر را جویا می شوند زنان قبیله می گویند که میبینند که مردانشان در جنگ با قبیله دشمن شکست خورده و مرتبا به خاک و خون میافتند بعد از یکی دو روز مردان قبیله شکست خورده در حالی که تعدادی کشته و مجروح با خود دارند به قبیله باز می گردند. در تلپاتی اطلاعات از اندیشه یا احساس فرد دیگری گرفته می شود در حالی که در روشننگری این آگاهی بدون ارتباط با اندیشه و احساس دیگری حاصل می گردد. ادعا می شود که روشننگری به فاصله زمانی و مکانی بستگی ندارد. شناخت متقدم شناخت متقدم عبارت است از دیدن یا احساس کردن واقعی قبل از اتفاق افتادن آن بدون اینکه این شناخت متکی به داده های آماری و تسری علمی روند گذشته در پیشبینی وقایع آینده باشد. پیروان دین بهایی با اتکاب شعر زیل از حافظ اعتقاد دارند که لسان الغیب حافظ ظهور سید باب و زندانی شدن او را در قلعه چهریق واقع در نزدیکی های رود عرس را قرنها قبل از وقوع آن در آینه روشننگری خود دیده است. ای سبا گر بر ساحل رود عرس بوس زن بر خاک آن وادی و مشکین کن نفس. به همین ترتیب مسلمانان و دراویش نعمت اللهی اصرار دارند که شاه نعمت الله ولی وقایع هفتاد سال بعد از خود را به روشنی دیده است. نعمت الله نشسته در کنجی همه را در کنار می بینم. شناخت متأخر یا شناخت به ما سبق و آن عبارت از آن است که فردی بدون آنکه از افراد، اشیا یا رویدادهای گذشته کوچکترین آگاهی داشته باشد و یا برای کسب آگاهی از آنها از حواس خود مدد بگیرد بتواند آنها را ببیند یا احساس کند مثلا ظاهرا برخی از طالع بینان بدون آنکه شما را قبلا دیده یا درباره شما شنیده باشند برخی از وقایع زندگی گذشته شما را برایتان بازگو می کنند. رویای حقیقی که خود نوعی درک ماورای حسی است و ممکن است جنبه ویژه‌ای از روشننگری باشد. شخص روشنگر ممکن است واقعی را مدتها قبل از اتفاق افتادنش در خواب ببیند. در قرآن سوره یوسف میخوانیم که پادشاه مصر شرایط آینده را در خواب می‌بیند که یوسف آن را چنین تعبیر می‌کند. هفت سال پیوسته قله نیک آید و هفت سال قحط آید سخت. مادر بزرگ این جانب تعریف میکرد و جالب این است که وفادارترین طرفداران فراروان شناسی همانا اجداد ما هستند که قبل از زیارت حرم علی ابن موسا همه چیز را مو به مو در خواب دیده بوده است و حتی با چهره زیارت خانان آشنا بوده است. روان انگیزی روان انگیزی یک پدیده به اصطلاح فرا است که با درک ماورای حسی و حوزه های مختلف آن متفاوت می باشد. روان انگیزی نه یک درک بلکه نوعی توانایی است که ادعا میشود شود فرد با برخورداری از آن بدون استفاده از حواس یا عضلات و یا سایر اندام های بدن می تواند ضمن تمرکز فکر استفاده از قوای ذهنی یا نیروی اراده بر واقعیت های خارجی تأثیر بگذارد مثلا کاری کند که تاس مرتبا شش بنشیند یا قطار در حال حرکت را متوقف سازد و یا مسیر هواپیما را عوض کند آنچه ما آن را چشم زخم مینامیم میتواند به نوعی قدرت روان انگیزاننده تعبیر شود بارها این قصه را شنیده ایم که فردی از زیبایی چیزی سخت شگفت زده شده و این شگفتی را به زبان آورده و موجب تخریب آن شیع شده است مثلا خانمی جوان از لوستری تعریف می کند و آن لوستر زیبا به ناگهان از بالا می افتد و می و یا مردی که از بزرگی و استحکام شاخه های درختی شگفت زده می شود و موجب شکستن ناگهانی شاخه های درخت می گردد. آزمایشات انجام شده بحث در مورد فر و روانشناسی متجاوز از یکصد سال است که ادامه دارد یکی از استادان آمریکایی به نام جی بی راین در اواخر دهه 1920 نخستین آزمایشگاه روانشناسی را در دانشگاه دوک واقع در دورهام شمال کالیفرنیا تأسیس کرد. انستیتو متافیزیک پاریس نیز دهه های متمادی است که در این رابطه کار و فعالیت می کند. یکی از رایشترین آزمایشاتی که در سالهای گذشته در مورد وجود یا عدم وجود پدیده های فرا روانشناسانه به عمل می آوردند با استفاده از کارت های ورق بود. مثلا تعداد 25 کارت بازی را می گرفتند و از فردی که نقش واسطه را ایفا می کرد می خواستند که علائم مختلف آن را به خاطر بسپارد. بعد از فردی که مدعی برخورداری از قدرت تلپاتیک بود میخواستند که از اتاق دیگر افکار او را حدس بزند. چنانچه فرد مذکور در پنج تا هفت مورد پاسخ درست میداد نتیجه میگرفتند که نامبرده برده میتواند از چنین قدرتی برخوردار باشد. این آزمایشات از ابتدا با مشکلات و موانع فراوانی روبرو بود. مثلا کسانی که مدعی برخورداری از قدرت غیرعادی بودند از اینکه خود را در معرض آزمایشات کنترل شده علمی قرار دهند اکراه داشتند آزمایشات انجام شده در مورد پدیده های اغلب تحت تأثیر عوامل و شرایط روانی آزمایش کننده و شخص یا اشخاص تحت آزمایش بوده است. مثلا نتیجه حاصله در مورد کسانی که به جنبه های فراعادی زندگی اعتقاد عمیق داشتند مثبتتر بوده است. یکی از معلفین که سالها پیش در این زمینه تحقیق کرده است در رابطه با آزمایشات مربوط به درک ماوراء حسی می نویسد آمیتال سودیوم همیشه تعداد جوابهای درست را کم می کند. از طرف دیگر کافئین دوباره این تعداد را به حد عادی می رسند. اگر اشخاص مورد آزمایش سازگار و هم مشرب و هم فکر باشند و نیز هنگامی که شرایط مساعد باشد درک ماورای حسی در تمام موارد بهتر کار میکند محدودیت بالا را دایره المعارف مذهب در رابطه با ارتباط با مردگان مورد تایید قرار داده است برخی از افراد تحصیل کرده با ذهنهای علمی اعتقاد دارند که وسیله ارتباط بین زنده و مرده را برقرار کردند اگر فردی که در این عملیات درگیر است دقیق و علمی عمل کند ما تمایل داریم که سخن او را به عنوان یک متخصص قبول کنیم ولی در این رشته وسیله ای که به کار می رود دارای چنان شخصیت نامشخصی است و شرایط و امکانات ارتباط آنچنان عمیقا در پوششی از ابهام و تاریکی پیچیده شده است و تمایل به حصول ارتباط با فرد مرحوم چنان شدید است که باید با چنین مسائلی با حد اکثر احتیاط برخورد کرد. یکی از روانشناسان مشهور به نام سی ای ام هنسل ابراز داشته است که آزمایشاتی که در مورد درک ماورای حسی صورت پذیرفته است به صورتی از پیش طراحی شدند که نتیجه مورد نظر را به بار آورند. هیچ گونه تزمینی در این به اصطلاح آزمایشات علیه بی صداقتی وجود نداشته است. گزارش نتیجه آزمایشات اغلب ناکافی هستند. بسیاری از روانشناسان برانند که کسانی که در رابطه با درک ماوراء حسی تحقیق می کنند داده های خود را به نحوی انتخاب می که باورداشت های آنان مورد تایید قرار گیرد. آنان برعکس مدارک و شواهد مخالف را بی اهمیت می انگارند. آزمایشات بعدی که یا با همان تیم یا با سوجه های دیگر صورت میگیرد نتایج قبلی را تایید نمی کند. اغلب روانشناسان قانع شدند که این مسئله از نظر علمی نمی مورد قبول واقع شود. آزمایشات کلاسیک در مورد پدیده های فراروانشناسانه که بین سالهای 1930 تا 1960 با مدد گرفتن از کارت های بازی صورت می برخی وجود پدیده های فرا را تایید می کرد. لیکن امروز با بالا رفتن دانش بشری و امکان انجام آزمایشات دقیق تر توسط کامپیوتر پدیده های فرا روانشناسانه به ندرت دیده شده است. علم در جهت مخالف قائل شدن به پدیده های فرا عمل کرده است. دلیل دیگری که پدیدهای فراروان شناسانه را مشکوک جلوه می دهد این است که پس از متجاوز از یکصد سال تحقیق هیچ دانشمندی نتوانست است به کشف جلوه های قابل تکرار درک ماورای حسی که بتوان آنها را در برابر تعدادی دانشمند بیطرف به معرض نمایش گذاشت نائل آید در رابطه با وجود درک ماورای حسی شاهد و مدرک بسیار ضعیف است درک ماورا حسی از این اعتقاد یا ایمان افراد سرچشمه میگیرد که برخی از عوامل وجود انسانی در معرض قوانین و روش های مادی قرار ندارند. سه دیدگاه متفاوت اعتقاد به پدیده های فرانورمال به پیش های فردی و درجه تحول اجتماعی فرهنگی جوامع مختلف بستگی دارد. مثلا در میان قبایل بدوی که علم در مرحله جادوگری است این پدیده ها بدون چون و چرا و به صورت امری بدیهی مورد پذیرش است باور همگانی بر این است که این نیروی خارق العاده توسط پزشکان جادوگر قبیله از نسلی به نسل دیگر منتقل می گردد. میش از ربع قرن پیش کمیته بررسی علمی در مورد ادعای مربوط به پدیده های ماورای عادی کنفرانسی را در ایالات متحده ای آمریکا سازمان داد که در آن دانشمندان، فلاسفه، جامعه شناسان و حتی شعبد بازان شرکت کردند. در این کنفرانس و کنفرانس ها، نشست ها، ها و کارگاه های آموزشی متعددی که از آن زمان تا به حال در سطوح مختلف تشکیل شده است، سه دیدگاه متفاوت در مورد پدیده های فراروان شناسانه و منشأ آنها ارائه شده است. یک دیدگاه ماورا طبیعی این دیدگاه فرض اصلی روانشناسی که فکر نتیجه کارکرد مغز است و بدون مغز نمیتواند وجود داشته باشد یا به جولان درآید را مردود میشمارد شمارد و بران است که علاوه بر دنیای مادی که در حوزه بررسی علوم مثبته و انسانی است یک جهان معنوی مخصوص به خود وجود دارد که از ماده و جهان مادی و در نتیجه علوم امروزی مجزا و مستقل است. درک و اندیشه بشری تجلی یک عقل کل غیرمادی و روح فناناپذیر و جاودانه است که از جهان مادی به طور عام و از مغز بشری به طور خاص استقلال کامل دارد. در این صورت فکر و درک انسانی می تواند بدون وجود یک جسم مادی، بدن، مغز و غیره به زندگی خود ادامه دهد و تحت شرایطی مستقل از مغز به فعالیت پردازد. پدیده های فرا و فرا روانشناسانه مربوط به این حوزه از زندگی فرا مادی انسان است که علم مادی نه قادر به شناخت و نه قادر به تبیین و تشریح آنهاست. دیدگاه فوق پدیده های فرا روانشناسانه را در سطح انواع و اقسام خرافات و موهوماتی قرار می دهد که در سرتاسر تا سر تاریخ خرد و احساس انسانی را فلج کرده و آنها را بازیچه هرس و آز اربابان دین و خرافات درآورده است. زیرا بر اساس این دید برای تحت تأثیر قرار دادن و خونسا کردن پدیده های ماورا عادی یا باید به اطاعت و عبادت خدا پرداخت و یا با اوراد و دعا و تلسم و جادو ارواح شیطانی را بی اثر ساخت. دیدگاه فوق اگرچه بشر را به بیراه کشانده است، برای مروجین آن استفاده های عملی قابل توجهی نیز داشته است. معجزات پیامبران الهی و کشف و کرامت روحانیون ریز و درش ادیان و همه و همه بر مبنای ایمان مسلم توده های مردم به پدیده های فراعادی صورت پذیرفته است. حتی امروز این نهادهای دینی کشورهای گوناگون هستند که با دامن زدن به بحث های غیر علمی در مورد پدیده های به اصطلاح فراعادی از آب جلالود ماهی می گیرند. دو، تحلیل علمی از پدیده های فراروانشناسانه دانشمندان و روانشناسان بسیاری سعی کردند با بیطرفی و رعایت شیوه های علمی درستی یا نادرستی پدیده‌های های فراروانشناسانه را مورد تحقیق قرار دهند. در بین این دانشمندان هستند کسانی که حتی بدون اعتقاد به وجود خدا وجود پدیده های فراروانشناسانه را مورد قبول قرار دادند. در سال 1979 چهار تن از برجسته ترین دانشمندان شوروی کتابی به رشته تحریر درآوردند که طی آن تلاش ورزیدند پدیده های فراروانشناسانه را با دیدگاه علمی و مادی مورد بررسی قرار دهند. در بخشی از این کتاب که فراروانشناسی، افسانه یا واقعیت نام دارد چنین میخوانیم. برخی از پدیده های به اصطلاح فراروانشناسانه ظاهرا وجود دارند لیکن قبول موجودیتشان با اشکال روبروست زیرا کانالی که از طریق آن اطلاعات یا تأثیرات رسانده می شوند ناشناخته است. در سالهای اخیر تلاش های بسیاری در این زمینه با بررسی حوزه های الکترومغناطیسی که از موجودات زنده صادر می شود صورت گرفته است. برخی این حوزه ها را وسیله ارتباطگیری بیولوژیک و حامل اطلاعات دانستند. چنین بررسی های در مورد حشرات، جانوران و انسان ها صورت پذیرفته است. با وجود این، در سالهای اخیر بسیاری از محققین لاقل بر حسب ظاهر کار خود را به فراروانشناسی پیوند ندادند. مبنای فیزیکی، مادی یا جسمی این پدیده ها هنوز نامعلوم است. بر اساس دیدگاه فوق، پدیده های فراروانشناسانه وجود دارند ولی هنوز برایشان توضیح رضایت بخش علمی وجود ندارد. یکی از فیلسوفان معاصر به نام استفن تولیمن طی جلسات کنفرانسی که شرح آن گذشت در پاسخ کسانی که بر عدم وجود زمینهای علمی و منطقی برای پدیده های فراروانشناسانه تکیه می کنند بر زمینه های تاریخی و اجتماعی علم و منطق بشری تکیه کرد و اعلام داشت که با تکیه بر این زمینه تاریخی نمیتوان خط مرز روشنی بین نظریات و فرضیات علمی و غیر علمی منطقی و غیر منطقی ترسیم کرد. مثلا زمانی منتقدین نظریه جاذبه نیوتون میگفتند که اگر این نظریه درست بود میلیون ها سال پیش سیارات منظومه شمسی می بایست توسط خورشید جذب می شدند. تولمین ضمن یادآوری این نکته که در گذشته جهش های مهم علمی ضمن توسط به این گونه دیدگاه های رادیکال و شکگرایانه انکار شدند اعلام داشت که امروز نیز به همین صورت پدیدهای ماورای عادی انکار می شوند. برخی از دانشمندان برانند که مجهول بودن پدیده های فراروان شناسانه نباید ما را از بررسی علمی آنها باز دارد. آنان تاکید دارند که بسیاری از دانسته های علمی امروز را مردم 300 سال پیش جزو محالات میپنداشتند. دانش امروزی ما نیز بخش کوچکی است از آنچه در آینده کشف خواهد شد. این وظیفه ماست که به جای انکار پدیده های فراروانشناسانه با کاربرد علم و شیوه های علمی به جرفای آنها دستیابیم طرفداران علمی بودن پدیده های فراروانشناسانه اشعار می دارند که امروزه بدون هیچ گونه تردیدی ثابت شده است که مغز انسان یک دستگاه بسیار حساس عصبی است که تعداد بی زیادی سلول های عصبی را در خود جای می دهد مجموع سلول های پوسته خاکستری مغز را به 15 تا 17 میلیارد سلول تخمین زدند. هر یک از این سلول ها وظیفه خاصی به عهده دارد و با دیگر سلول های عصبی در ارتباط است. همه این سلول ها با یکدیگر و همراه با انتهای عصبی ارگان های حسی یک شبکی بینهایت پیچیده را به وجود می آورند که با صدها کامپیوتر قوی قابل مقایسه نیست. این شبکه دقیق و پیچیده ارتباطات بیشماری را کنترل می کند که بسیاری از آنها تا کنون توسط دانش بشری کشف نشده است. برای مثال اگر شما برای برداشتن نوار مغزی EEG بروید دکمه های حساسی را به نقاط مختلف جمجمه شما وصل می کنند که توسط تعدادی سیم رابط به یک دستگاه مادر وصل است که کنش و واکنش های الکتریکی مغز شما را که به شکل موج صادر می شوند ثبت می کند. برخی برانند که این امواج از جمجمه خارج می شود و تا فاصله نیم میلیمتری آن قابل ثبت است. ادهی برانند که کس چه داند شاید مغز بشر امواج دیگری را از خود صادر نماید که دقیق ترین دستگاه های امروزی قادر به ثبت آنها نیستند. لیکن در آینده علم عصب شناسی یا نورولوژی پرده از راز آنها برخواهد گرفت. دانشمندانی که فراروانشناسی را قبول دارند و آن را در حوزه علم قابل بررسی می دانند، اصرار دارند که فراروانشناسی امروز دارای دو جنبه خرافاتی و علمی است. این وظیفه دانش کنونی است که از یک طرف جنبه های خرافی فراروانشناسی را افشا سازد و آن را از رمز و راز بدر آورد و از طرف دیگر بایستی با تکیه بر دستاوردها و شیوه تحقیق علومی مانند روانشناسی، فیزیولوژی، بیوفیزیولوژی و پزشکی یک تحقیق جامع علمی در مورد پدیده های فراروانشناسانه صورت پذیرد. از دیدگاه این دانشمندان تنها با این روش است که میتوان به ماهیت واقعی پدیده هایی که مورد بحث فراروانشناسی هستند و همچنین بسیاری از رازهای ذهن بشر که هنوز کشف نشده اند پی برد. سه. انکار علمی فراروانشناسی در کنفرانسی که شرح آن گذشت فیلسوف برجسته معاصر ماریف بانچ بنا به دلایل زیل فراروانشناسی را مردود شمرد و آن را در شمار علوم دروغین به شمار آورد الف فراروانشناسی هیچ گونه مبنای عینی ندارد و صرفاً متکی بر نظریه ذهنی شناخت است ب فراروانشناسی به ندرت از دانشهای دیگر به خصوص ریاضیات و منطق مدد می جوید. پ. فراروانشناسی متکی به فرضیات غلط و غیر قابل بازبی نیست. ت. فراروانشناسی از تعیید یا رد شیوه عملش توسط بدیل دیگر تفره می رود. س. فراروانشناسی برخلاف رشته های مختلف دانش، نه از رشته های دانش چیزی به آریت می گیرد و نه با آنها ارتباط متقابل برقرار می سازد. جیم فراروانشناسی حتی به شکل نیم بند بر نظرات اثبات شده تکیه ندارد. چه؟ فراروانشناسی بر ایمان تکیه دارد که در چارچوب آن نظرات علمی به صورت الفاظ پرزرق و برق و سخنان قشنگ و ادیبانه در می ه، فراروان شناسی قلم غیر مادی مثلا اندیشه را وارد موضوع بررسی خود می کند و بدین وسیله خود را کلا از حوزه بررسی عینی و فیزیکی منفک و مجزا می سازد. بررسی درستی و نادرستی پدیده های فراروان و فراعادی تنها به کمک آزمایشات عملی و مددجویی از علم و فلسفه میسر است. این دقیقا چیزی است که فراروانشناسان به آن علاقه چندانی ندارند یکی از مخالفان فراروانشناسی اعلام می دارد که اگر به سرتاسر سر, تا سر تار تاریخ فراروانشناسی نظری بیافکنیم درخواهیم یافت که هرگز اتفاق نیفتاده است که فراروانشناسان نتایج آزمایشات دقیقا انجام شده خود را از طریق کانالهای رسمی ارتباطی ارائه دهند و این نتایج را با کاربرد قوانین عملی تکرار و تداوم آزمایش و شواهد کافی مورد داوری قرار بدهند. آنان برعکس به خاطر آنکه کارشان برای مردم عادی خارق العاده جلوه کند، همه چیز را در حاله از رمز و راز می و افراد غیر خودی را به حریم خود راه نمی دهند. از آنجا که فراروان شناسی در بهترین شکل تحقیق گرایانه خود، فعالیت های خلاق مغز را در انزوا و به صورت مجرد جدا از عمل و آزمایش عملی و اغلب به شکل دلخواهانه مورد بررسی قرار می دهد لذا بنیاد فلسفی آن بر ایدئالیسم و دوالیسم استوار است. روانشناسی یا فرا روانشناسی مردم عادی به اغلب پدیده هایی که در حوزه علم روانشناسی قرار دارند انگ فراروان شناسانه میزنند. این جایگزینی ممکن است توسط دو نفر که سالهاست یکدیگر را میشناسند و وقایع و تجارب فراوانی را با یکدیگر گذرانیدهاند صورت پذیرد. مثلا چه بسا که هر دوی آنها در معرض محرک یا سلسله محرک های واحدی قرار گیرند که اندیشه یا سلسله اندیشه های مشابهی را در هر دو تحریک کند. مثلا مادر و دختری با شنیدن آهنگی که شوهر و پدر فقید آنها از آن لذت می برده است با هم و در یک زمان به یاد او بیفتند و در آن واحد نام او را بر زبان جاری سازند و این را به حساب پیامی که از روح او دریافت داشته اند بگذارند گاهی هر دو از عامل محرک ناآگاهند و لذا درک واحد را به عنوان درک ماورای حسی مورد توجه قرار میدهند جهانگردان بارها و بارها افسانه های عجیب و غریب را در مورد کارکرد تلپاتی در بین قبایل بومی نقل کردند. شکارچیان نیز از وجود تلپاتی و روشننگری در بین حیوانات خبر دادند. برخی از این قصه ها غیر واقعی و حاصل تخیلات و اغراقات راویان آنهاست. البته نباید انکار کرد که بخشی از داستانهای جهانگردان واقعیت دارد. لیکن آنان که غالبا با زبان و آداب و رسوم قبایل بومی آشنایی ندارند به بسیاری از پدیده های عادی و قابل تشریح جنبه تلپاتیک یا روشنبینانه می دهند. مثلا بومیان بین خود یک سلسله علائم قراردادی دارند که به وسیله این علائم اخبار مخصوصا وجود شرایط خطرناک را به آگاهی یکدیگر می‌رسانند. این نشانها که معمولا جهانگردان از وجود یا معنایشان بیخبرند ممکن است در آوردن صدای ویژه از تبل باشد یا برافروختن آتش یا ایجاد دود بر فراز تپه ها و یا اعلام اخبار با صدای بلند و پخش این اخبار از قبیله به قبیله دیگر حیوانات میمون ها آهوان گوزن ها گورخران و غیره نیز با صدا یا علائم ویژه‌ای در بین خود ارتباط ایجاد می کنند. به این ترتیب است که جهانگردان ناآگاه که قبلا ذهن خود را به صورت آشیانه تلقینات فراروانشناسانه درآوردند به آسانی دچار توهمات فراروانشناسانه می شوند. طی قرون متمادی مردم بسیاری پدیده وهم دیدن قیافه یا شنیدن صدایی که وجود خارجی ندارد را در حوزه ای صد درصد ماور و طبیعی مورد توجه قرار میدادند. امروز آزمایشات متعدد روانشناسی بالینی وهم را از پوشش ابهام و رمز و راز بیرون آورده و برای آن توضیح علمی ارائه داده است. بر اثر تلقین یا وجود بیماری ممکن است مراکز بینایی یا شنوایی مغز بدون وجود محرک خارجی تحریک شوند و فرد چیزهایی را ببیند و یا بشنود که وجود خارجی ندارند. خواب و رویا نیز همواره منبع تفسیرهای خرافی و فراعادی بوده است تا جایی که افراد بسیاری با تعبیر کردن خواب مردم ساده لوح نان خوردند و در این رابطه کتاب ها نوشتند. امروزه با توجه به کارکرد مغز انسان و شرایط روانی فرد تحقیقات علمی فراوانی در مورد خواب و رویا صورت گرفته است. اگرچه این تحقیقات انجام شده هنوز به بسیاری از مجهولاتی که در این زمینه وجود دارند پاسخ نداده است لیکن بنیاد دیدگاه خرافی گذشته را در رابطه با خواب و رویا در هم فرو ریخته است آزمایشات انجام شده نشان داده است که خواب هر کس تحت تاثیر عواملی چون گذشته فرد شرایط روحی و جسمی او و شیوه فیزیکی وی در هنگام خوابیدن و نظایر اینها قرار دارد برخی از روانشناسان رویاهای بیماران خود را همراه با عوامل دیگر مورد تدقیق قرار می دهند و به صورتی تقریبی به مشکلات شخصیتی وی پی می برند و در درمان وی می کشند. در گذشته راه رفتن و سخن گفتن در هنگام خواب در حوزه کارهای فراعادی محسوب می شد و خرافات بسیاری را در بین اقوام و قبایل مختلف دامن می زد. افرادی که این حرکات را انجام میدادند گاهی تقدیس و زمانی از قبیله ترد می شدند. امروز ثابت شده است که در چنین حالاتی مغز در حالتی دوگانه قرار می گیرد. در حالی که توقف قشر مغز عمومیت می آبد، یک جزیره مغزی جزیره ای که حرکات را کنترل می کند به صورت بیمارگونه قابل تحریک باقی میماند. مهارت در انجام حرکات دقیق در نقاط خطرناک زمانی که فرد هنگام خواب راه می رود، نیز معلول ناگاهی نسبت به خطرات است. سخن گفتن در وقت خواب نیز به این علت است که مرکز تکلم در مغز به طور کامل متوقف نشده است. رایشترین عقیده فراعادی در مورد خواب چیزی است که به آن رویاهای حقیقی نام دادند. به این ترتیب که اتفاقی برای فرد رخ می دهد که وی احساس می کند سالها قبل آن را در خواب دیده است. در این مورد کتاب های زیادی توسط نویسندگان کشورهای مختلف به رشته تحریر در است که از مشهورترین آنها کتابی است که ایزابل آلنده تحت عنوان خانه ارواح نوشته است. خانم قهرمان داستان کتاب قادر است وقایع را قبل از وقوعشان احساس کند و یا آنها را در خواب ببیند. بدیهی است این اثر ادبی مانند بسیاری از آثار مشابه محصول عاطفه و تخیل نویسنده آن و چه بسا نیازهای بازار مصرف است و هیچ گونه ارزش علمی، تجربی و تحقیقاتی ندارد. ادعای دیدن وقایع آینده در خواب نیز فاقد پای علمی است و صرفا متکی به ادعای افرادی است که از نظر خود چنین چیزی را تجربه یا مشاهده کردند. اگرچه خواب در طول تاریخ همواره با پیچیدگی دروغ پردازی و افسانه‌سازی‌های سازی های تلخ و شیرین همراه بوده است لیکن نمیتوان کسانی را که مدعی اند وقایع را قبل از وقوعشان در رویای خیش دیده اند صد درصد در دروغ نامید. ممکن است بپرسید چطور ممکن است که هم پدیده ای به اصطلاح رویای حقیقی نادرست باشد و هم مدعیان آن دروغگو نباشند وجود این موزل در مرز مبهم و سایه روشن است که اغلب در اذهان بین روانشناسی و فراروانشناسی به وجود می آید و افراد برای پدیده های قابل تشریح روانشناسانه جنبه فراعادی و فراروانشناسانه قائل می شوند. اجازه دهید در این رابطه به خصوص به یکی از تجارب خود اشاره ای داشته باشم. اواخر سال 1356 خورشیدی در تهران دختر خانم جوانی از بستگان دور ما در حالی که سر تا پا سیاه پوشیده بود به خانه ما آمد و ادعا کرد که آنچه برایش در بیداری اتفاق میافتد قبلا آن را در خواب می بیند. من به او خاطر نشان ساختم که چنین چیزی ناممکن و حاصل توهمات اوست. او سوگند یاد کرد که راست میگوید و اعلام داشت که کشته شدن برادرش را در تظاهرات خیابانی قبلا در خواب دیده است. این جانب چند سوال را از او پرسیدم و آنگاه تحلیل زیل را به او ارائه دادم و از او خواستم که روی آن فکر کند و در دیدار بعد نتیجه را به من بگوید تو برادرت را سخت دوست داشتی به خصوص که تنها برادر و تنها پشتیبان تو در زندگی محسوب میشد به این دلیل همیشه نگران حالش بودی و از آنجا که او مرتبا و بیپروا در تظاهرات خیابانی شرکت میکرد تو مرتبا تشویش داشتی که مبادا او در یکی از این تظاهرات کشته شود از آنجا که اندیشه و دلنگرانی انسان در خواب وی منعکس می شود تو قبل از کشته شدن برادرت بارها و بارها خواب دیدی که برای او اتفاق بدی افتاده است. لیکن از آنجا که هیچ اتفاق بدی برای او نیفتاد تو برای رویای خود اهمیت قائل نشدی و آن را از یاد بردی. یک بار که این اتفاق تصف آور رخ داد تو آن را با خواب خود پیوند دادی و احساس کردی وقایع آینده را در خواب می بینی. یک هفته بعد دختر جوان آمد و گفت به گذشته برگشتم و روی مسئله فکر کردم. حق با شماست. پیش می آید که فردی در خواب میبیند که مثلا در امتحان آخر سال قبول شده و یا زمین همسایه را خرید است. او که به خواب و تعبیر آن در بیداری اعتقاد دارد چنان تحت تأثیر خواب قرار می گیرد و توسط آن تشویق می شود که تلاش خود را چند برابر می کند و بدین وسیله بدون آنکه خود متوجه شود رویای خود را به تحقق می کشند. در این زمان ممکن است وی عوامل مادی رسیدن به هدف خیش را کم بها دهد و فکر کند که از پیش موضوع را در خواب دیده است. پیش می آید که مثلا فرد به اصطلاح صاحب کرامتی به انسانی سال خورده که به او اعتقاد دارید خبر دهد که خواب دیده است که وی در فلان تاریخ دار فانی را ودا خواهد گفت. همین گفته ممکن است باعث مرگ فرد پا به شود و عقیده عمومی را مورد رویای حقیقی دامن زند. یک فرد مؤمن ممکن است در خواب ببیند که به زیارت کعبه رفته است. این فرد ممکن است قبلا عکس کعبه را دیده و یا درباره آن از دیگران شنیده باشد و همینها را در خواب ببیند. حتی اگر هیچ کدام از این اتفاقات برای فرد نیفتاده باشد او باز هم یک پیش زمینه ذهنی در مورد مناسک حج و اجتماع حاجیان و ورد و دعا و غیره دارد لذا معمولا چیزهایی را در خواب میبیند که اگر سالها بعد به مکه رود کم و بیش همان چیزها را خواهد دید کمتر پیش می آید که فردی مؤمن خانه کعبه را به صورت میخانه ای با بربت زن در خواب ببیند. کسی که ذهن خود را به صورت آشیانه اوهام و خرافات درآورده است و این اندیشه در ذهنش جولان می دهد که مثلا در هنگام خواب روح انسان پرواز می کند و به ناشناخته ها دست می یابد همواره دچار این توهم می شود که وقایع را قبلا در خواب دیده است برخی از این افراد تا آنجا پیش می روند که با این نیت می که در خواب ببینند که آیا مثلا خود یا بستگانشان از فلان بیماری جان سالم به در خواهند برد یا نه البته در همه این موارد نباید نقش تصادف را از یاد برد لیکن آنچه در بررسی های علمی مهمند روندها و قوانینند نه تصادف جست و گریخته سخن واپسین از دیدگاه این جانب پدیده های فراروانشناسانه محصول ذهن انسان هاست و وجود خارجی ندارد از این لحاظ فراروانشناسی قبل از هر چیز یک شبه علم است که باید آن را در حوزه خرافات مورد تحلیل قرار داد آنچه را که امروز به عنوان فراروانشناسی جا زدند متکی به تجربه احساس یا مشاهده شخصی است و نه آزمایش علمی پدیده های روانشناسانه را معتقدین به آن ضمن نقل تجربه دیگران مورد بحث قرار می دهند. مثلا مرحوم پدرم می گفت یا به قول یک شاهد عینی چنین برخوردی به درد افسانه پردازان میخورد نه کسانی که در پی تحلیل یافته های علم بشری هستند اگر به فرض پدیده های فراروانشناسانه وجود خارجی هم داشته باشند برخلاف دانش های بشری از هیچ گونه کاربرد عملی برخوردار نیستند چگونه میتوان فراروانشناسی را جدی گرفت در حالی که برای مثال نه شیوه تازه ای برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست پیشنهاد می کند نه وسیله ای برای جلوگیری از سقوط هواپیماها نه یک انرژی جایگزین و نه درمانی برای بیماری های سرطان یا ایدز فراروانشناسی به جای ارائه مدرک عینی یا تجربی ما را در دریایی از شگفتی‌های غیرقابل آزمایش و تحقیق ناشدنی غرق می سازد شناسی به جای تکیه بر علم و کاربرد انسانی آن خود را درگیر یک سلسله خرافات و موهومات بیارزش ساخته است اینکه مثلا فلان جمله عجیب و غریب را از پشت دیوار بخواند و یا مثلا پیش بینی کند که کلسون بیبی بی در نهم شهریور با مشتی رجب ازدواج خواهد کرد ساهران و کیمیاگران دهها قرن است که در پی کارهایی هستند که علم در عرض چند سال مطالعه و تحقیق و تجربه به انجامشان توفیق یافت. شناسان به دنبال درمان همه دردها و معالجه معجزه آسای همه بیماری ها هستند. لیکن در این زمینه به جای پیشرفت همواره سیر قهقرایی را پیمودند. ما انسان ها همه پیشرفت های پزشکی را نه مرهون معجزه بلکه مدیون تحول علم پزشکی هستیم. که در دوران مدرن و پسا مدر خود به صورت یک نیروی عظیم مادی در آمده است. اگر دانشمندان به سحر و جادو متوسل می شدند، بشر امروز نیز در مراحل اولیه تحول خود باقی مانده بود. کوتاه سخن متاسفانه امروز زمانی که سخن از پدیده های فراروانشناسانه به میان میآید، حتی در محافل افراد تحصیل کرده بارها و بارها شنیده می شود که بالاخره یه چیزایی هست دانش و تجربه عینی به ما نشان داده است که در حقیقت هیچ چیز نیست و این ماییم که به علت ضعف ها، بیپناهیها و ناآگاهیمان دلمان میخواهد چیزهایی باشد و به همین دلیل است که به این اظهار محض و بیدلیل دست میزنیم. بنمایه های این نوشتار در پایان این نوشتار ذکر شدند. از صفحه 53 الاو صفحه 56 پایان